روزی روزگاری مردی بود که تصویر یک موش را کشید، به آن حرکت داد و جهان را با آن موش متحرک از آن خود کرد. جادوی والت دیسنی قریب 100 سال است که ما را کوچک و بزرگ محصور کرده. اینکه چه چیزی پشت آن خطها و رنگهای ساده است در نمایشگاه اینجا در میلان ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته. La mostra è un'esperienza immersiva. این نمایشگاه حسابی شما رو غرق در افسانه ها، اسطوره ها، حکایات و داستان های پریان میکنه. 4 قسمت دارید که میتونید ببینید داستان ها از کجا میان. متوجه میشید داستان های مثل زیبای و خفته، سفید برفی، پینوکیو از کجا اومدن و بعد تکنیک انیمیشنی که دیزنی برای زنده کردن اونها به کار بسته چه بوده. در این نمایشگاه آثار کمپانی دیسنی از ایده تا خلق تا اجرا به نمایش در آمدند. گام به گام فرایند هنری خلق این آثار در این نمایشگاه از طریق ارائه کامل و جامع طراحی ها به مخاطب عرضه شدند تا تصویر بهتری از آنچه در دیزنی حین خلق هرکول یا سفید برفی گذشته درک شود. والت دیزنی خودش کتابخونه تحقیقاتی انیمیشن های والت دیزنی رو راه اندازی کرد تا آثار نخستین سالهای کمپانی رو حفظ کنه. مجموعه ما شامل نخستین روزهاست تا همین آخرین فیلم ها نظیر رایا و آخرین دراگون. والت دیزنی در سفرهایش به اروپا با داستانها و افسانه های اروپایی آشنا شد. طرح‌های هنرمندان اروپایی در اواخر قرن 19 مثل طرحی از پینوکیو رو دید و آن را با خود به آمریکا آورد و با همان طرح‌ها و خطای ساده نخستین آجرهای امپراتوری جادویش را بنیان گذاشت. از زمان آغاز طراحی سه خوک کوچولو تا طراحی فروزن، یعنی از 1933 تا به امروز که انیمیشن دیجیتال شده، می‌بینیم که هنوز همون طراحی‌های مدادی انجام میشن. هنوز تولید و خلق زیادی اتفاق می‌افته و پشت این طراحی‌ها هنرمندان زیادی‌اند. به ویژه در این سالهای اخیر زنان که جریان همیشگی ایده هاشون متوقف نشدنیه و زیبایی های رو خلق می کنن که روی پرده می بینیم. والت دیزنی افسانه های کهن اروپایی که صدها سال مادرها شبها پیش از خواب برای کودکانشان می گفتند را در اواسط قرن 20 گرفت و به گوش مخاطب جهانی رساند. داستان هایی مملو از ارزش های اخلاقی، خیر و شر، قهرمان و ضد قهرمان که هنوز بعد از دهه ها تکراری نشده اند و ما را مسحور جادویشان می کنند. سمیرا قره‌ای، ایران اینترنشنال.